وقتتون بخیر. چهارشنبه هست، دهم جدی که برابر میشه با 30 دسامبر. سرخط خبرها. با فشاری هیئت مذاکره کننده بر همصدایی صف جمهوریت، هر کسی که به اتفاقی بکنه، هر کسی که به حسابی پول بشارانه، و فکر میکنم که هم در برابر مردم هم در برابر خدا مسئول هستند. تأکید سفارت آمریکا بر تامین امنیت خبرنگاران. گزارش از اینا درست است، حتی در موارد میتونه وضعیت به مراتب متفاوتتر و خطرناکتر در افغانستان باشد. رد بودجه سال آینده خورشیدی از سوی مجلس. حمله جنگنده های اسرائیلی بر اطراف شهر دمشق. و پیشنهاد حکومت برای آوردن تعدیلات در قرارداد ابدا. وقت شما بخیر. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که فرمول موفقیت مذاکرات انعطاف پذیری است. معصوم استانگزی تاکید می‌ورزد که عامل از هم پاشیدن نظام‌ها در افغانستان انحصارگرایی بوده و به باور او باید در ساختار سیاسی آینده زمینه حضور وسیع مردم در نظام فراهم شود. از سوی هم برخی اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده صلح جمهوریت میگویند حفظ نظام جمهوریت و آتش بس اولویتشان در این دوره مذاکرات خواهد بود. شاپور فرهمند. رئیس و دو تن از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان اینجا با حضور در مرکز مطالعات راهبردی به پرسش ها درباره روند صلح پاسخ می دهند. هرچند که پاسخ ها خیلی با احتیاط و گاهی هم رسانه‌ای نبود. معصوم استانگزی می گوید که دو طرف با روایت ها و برداشت های متضاد از نظام آینده روبرو هستند و به باور او در نهایت باید زمینه حضور و وسیع تمامی طرف ها در ساختار قدرت فراهم شود. امروز ما در مورد نقطه رسیدیم که آینده افغانستان، سرنوشت مردم افغانستان یک نقطه، یک مقطع تاریخی است. این مقطع تاریخی هر کسی که به اتفاقی بکنه، هر کسی که به حسابی پول بشارانه، و فکر میکنم که هم در برابر مردم هم در برابر خدا مسئول هستند. آقای استانگزی به این پرسش که آیا با افراد شامل شبکه القاعده در هیئت مذاکره کننده طالبان روبرو هستند، این گونه پاسخ میدهد. هیچ کس با القاعده مذاکره نمیکنه و به نام القاعده کسایی بودند که در دورانهای مختلف، تاپهای مختلف در پشتشان بودند، ممکن است بودند دمو جریانا، ولی حرف دهی هستند که شرایط و ظروف در هر زمان و در هر مکان قابل تغییر است. از سوی هم برخی دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان باور دارند که در دور تازه از مذاکرات با روایت های سخت و متضاد با طالبان روبرو خواهند بود. در مذاکرات پیشرو که شرکت میکنیم با دو تا شیوه از بحث مواجه هستیم که خوب است. اینها را ما باید توضیحات لازم داشته باشیم. پیش از این یک کمیته فنی در شورای عالی مصالحه از بحر تشریع و تفسیر نظام اسلامی و نیز تهیه دستور کار برای هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است. باید یک صدای واحد دولت و ملت باید ساخته شود و این صدای واحد ما میتونه که در میز مذاکرات بسیار قوی بسازه. 5 روز دیگر به شروع دور تازه از مذاکرات میان جمهوریت و امارت در دوحه باقی مانده است. مذاکراتی که در آن بیش از همه روی آتش بس و نظام آینده در افغانستان تمرکز خواهد شد. در همین حال دبیرکل ناتو میگوید که روند صلح افغانستان شکننده است و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. ینس سولتنبرگ در گفتگوی با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خطر فروپاشی دستاوردهای جهانی در کار مبارزه با حراس‌افکنی در این کشور وجود دارد. در همین حال برخی آگاهان نظامی باور دارند که بدون طالبان گروه‌های دیگری هم تهدید جدی در برابر امنیت افغانستانند.
سفیران و نماینده های کشورهای اروپایی، کانادا و ایالات متحده آمریکا در کابل بر حفاظت از آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران تاکید کردند. در این میان کاردار سفارت آمریکا در کابل میگوید که در گفتگو با مسئولان رسانه‌ها روی راهبرد تامین امنیت خبرنگاران و نیز کمک به خبرنگارانی که زندگیشان در خطر است بحث کرده است. از سوی هم نهادهای حامی خبرنگاران تهدیدهای اخیر در برابر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را جدی می‌دانند و بر پیشگیری از آن تاکید می‌ورزند. سمی جهش. در پی افزایش تهدیدها بر خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای، سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دنمارک، سفیر اتحادیه اروپا و کاردار سفارت آمریکا در کابل در دیدار با شمار از نماینده‌های رسانه‌ها و ادارات حمایت از رسانه‌ها بر حفاظت از آزادی بیان و تأمین امنیت خبرنگاران تأکید کردند. در این میان کاردار سفارت آمریکا در کابل در پیام‌های میگوید که در این دیدار روی راهبرد تأمین امنیت خبرنگاران و کمک به آن خبرنگاران که زندگیشان به خطر مواجه است بحث شده است. در همین حال حامیان رسانه‌های کشور نیز از ترورهای پیهم در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند. ای که باز هم افغانستان یکی از پنج کشور خطرناک برای کار خبرنگاری عنوان شدن مایه نگرانی است برای ما، مگر این تازه نیست. در چند سال گذشته افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای کار خبرنگاری بوده. من فکر میکنم نه تنها این گزارش از اینا درست است، حتی در موارد میتونه وضعیت به مراتب متفاوتتر و خطرناکتر در افغانستان باشد، چرا که واقعیت‌های عینی اجتماع گاهی اوقات به نهادهای بین‌المللی گزارش نمی‌شود. خبرنگاران کشور می‌گویند که هرگاه این وضعیت در کشور ادامه یابد، آنان دیگر نمی‌توانند اطلاع رسانی کنند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که گزارشگران بدون مرز افغانستان را در میان پنج کشور جهان در سال 2020 خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران دانسته است. افغانستان کې خبريالان ته کار بیخي ډېر ستونزمن شوی دی. دلته فعالیت کول، کار کول، خبريالي کول، ریپورټینګ کول بیخي یو چیلنج ګرځېدلی دی. اگر نهادهای حامی یا دولت جلوی ترورهای هدفمند نگیره، ما تا چند روز دیگه شاید خود بودیم که یک بانوی خبرنگار مازور نخواهد شد که به در اجتماع کار بکنه و اطلاع رسانی بکنه. هغوی چې دا اوس هم خپلې دندې مخته وړي، له ویرې او له ترسه په ډک حالت کې مخته وړي. خبريال بې پلو دی او د خبريال له تهدید او ګواښونو څخه تیر سي، ځکه چې یوازې همدا دوی دي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د خلکو لپاره د معلوماتو د رسولو لپاره کار کوي. این نگرانی ها در حال در برابر خبرنگاران مطرح می شود که در هفته های پسین یما سیاوش در کابل، الیاس دایی در هلمند، رحمت الله نگزاد در غزنی، ملالا میوان در ننگرهار و فریدین امینی در کابل از جمله خبرنگارانی بودند که ترور شدند. سمجهش، آریانا نیوز، کابل. ارگ ریاست جمهوری میگوید که گروه طالبان از بهر ایجاد ترس و وحشت میان مردم به حملاتشان ادامه میدهند. مسئولان در ریاست جمهوری میگویند که طالبان تلاش دارند با انجام همچون حملات نظام افغانستان را ضعیف نشان داده و در مذاکرات صلح دست بالا داشته باشند. در همین حال شماری از پایتخت نشینان از افزایش انفجار و ناامنی در کشور به سطوح آمدند. میگویند که دولت باید جلوی این حملات را بگیرد. ریاست جمهوری میگوید که طالبان راهبرد جنگیشان را تغییر داده و میخواهند با انجام حملات هدفمندانه میان مردم ترس، وحشت و ناامیدی به میان بیاورند. مسئولان در ارگ همچنان گفتند که طالبان میخواهند با انجام همچو حملات نظام کنونی را در سطح ملی و جهانی ضعیف جلوه دهند. هدف از این حمله ها ایجاد ترس، وحشت، دهشت، ناامیدی و به میان آمدن فاصله ها بین مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. کابل در ماه‌های اخیر با آنکه گواه رویدادهای امنیتی بزرگ نبوده، اما قتل‌های هدفمند و انفجار ماین مغناطیسی به شدت افزایش یافته که زندگی مردم این شهر را با ترس و وحشت همراه کرده است. نگذاریم دیگه هر روز ما مادر و پدر و خواهر ما اشک آن را برزه به خاطر فرزند خوب و به خاطر اولاد خوب. بیم مادر وطن خدمت کنیم. باقی گرنجر در مکنادیسی من خکر کیگی، انسانان به قتل رسیگی، هدفی وجه ندی.
در همین حال، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور گفته است که به روز پنجشنبه نوار تصویری شخصی که ماین‌های مغناطیسی را در موترهای شهروندان کابل جابجا می‌کند، پخش خواهد کرد تا مردم بدانند که این فرد چگونه و با چه مهارت این کار را انجام می‌دهد. شدت حملات داخل شهری افزایش یافته. و جلوگیری کامل از این کار آسان نیست، چون فقط از طریق استخبارات میتونه کشف استخبارات میتونه جلوگیری بشه. این در حال است که صبح روز چهارشنبه در مربوطات ناحیه هشتم صاحب بلاک های استانگزای کابل یک موتر نظامی هنگام عبور هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. مجلس نمایندگان سند بودجه 14 را که بالغ به 452 میلیارد افغانی است با اکثریت آرا رد کرد. کمیسیون مالی و بودجه این مجلس میگوید که حکومت در سند بودجه پولهای هنگفتی را برای کدهای 90, 91 و 92 و نیز واحد عملیاتی ارک تخصیص داده که چگونگی مصرف آن روشن نیست. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان عدم توازن در بودجه 1400 را نقض آشکار قانون اساسی می‌داند و تاکید می‌ورزد که حکومت باید بودجه متوازن را بار دیگر به این مجلس بفرستد. بیشتر با رفیع صدقی. مجلس نمایندگان سند بودجه 1400 را در آجندا شامل کرد تا روی سرنوشت آن تصمیم گرفته شود. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که در این سند توازن و عدالت اجتماعی در نظر گرفته نشده و بسیاری از پروژه های انکشافی از آن بیرون کشیده شده است. هیچ انکشاف متوازن و عادلانه در بودجه دیده نمیشه، کاملا غیر عادلانه و کاملا غیر متوازن است. نامتوازن بودن و غیر عادلانه بودن بودجه هست که قطعا باید رد شود. در همین حال کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که برای رد سند بودجه 1400 دلایل روشن برای افزایش پولهای هنگفت در کدهای 91 و 92 و نیز واحد عملیاتی ارگ وجود دارد و 16 کمیسیون نظر رد دادند. در کد 91 باز 1 میلیارد 800 میلیون افغانی در نظر گرفته، در کد 92 که کد استرار است داوود 1 میلیارد 800 میلیون افغانی در نظر گرفته که مشکلات است. دیگر کد احتیاط است، وکیل صاحب محترم در کدای احتیاط 13 میلیارد افغانی در نظر گرفته که هیچ درکش هم معلوم نیست که به کجا مصرف میشه. با این حال مجلس نمایندگان سند بودجه 1400 را برای گیری سپرد. عدم توازن در بودجه ملی تبعیض آشکار است. مشکلات گوناگون را در سطح واحدهای اداری مالی مانند عدم رشد ساختاری، عدم رشد ظرفیت‌های مالی و غیره ایجاد خواهد کرد. سرانجام مجلس نمایندگان با اکثریت آرا و 14 کارت مخالف سند بودجه 1400 را رد کرد و از حکومت خواستار یک بودجه متوازن شد. مجلس نمایندگان در مصوبه شهردار کابل را به اتهام عدم پاسخگویی به ملت و زیر پا کردن قانون در موارد گوناگون، سلب صلاحیت و بدادستانی کل معرفی کرد. انجمن روزنامه های افغانستان گشایش یافت. اعضای این انجمن دلیل ایجاد این نهاد را رسیدگی به چالش های رسانه های چاپی در افغانستان عنوان می کنند. با این حال شماری از روزنامه نگاران خواهان حمایت حکومت از رسانه های چاپی در کشور شدند. شمار از مسئولین روزنامه های افغانستان اینجا با هم جمع شده و انجمن روزنامه های افغانستان را گشایش دادند. اعضای این انجمن می گویند هدف ایجاد انجمن روزنامه های افغانستان رسیدگی به چالش های رسانه های چاپی در کشور است. آن ده مشکلاتی که فرارای روزنامه های افغانستان یا رسانه های چاپی افغانستان قرار داره، انجمن کوشش می کنه که این مشکلات با تشریک مسایی و همکاری اعضای انجمن برطرف کنه. شمار از روزنامه‌نگاران در افغانستان تاکید می‌کنند که باید از روزنامه‌های افغانستان به جای انتقاد بیشتر حمایت صورت گیرد. کسانی که در دولت به عنوان مامورین دولتی فای وظیفه می‌کنند و هنوز متأسفانه بر نقش رسانه و آزادی بیان درست تمکین نمی‌کنند، ایجاد انجمن می‌تونه یک قدرتی بالفعل برای کسانی باشه که تلاش میکنن برای آزادی بیان ممنوعیت ایجاد کنن. هیچ رسانه‌ای تنها نیست. انجمن در کنار همه در برابر فشارها خواهد ایستاد و از حقوق قانونی خود در راستای توسعه آزادی بیان همه ما به صورت مشترک اقدام و دفاع خواهیم کرد. این انجمن که تا اکنون 10 روزنامه افغانستان عضویت آن را به دست آوردند، از تمامی رسانه های چاپی می خواهد تا عضویت آن را دریافت کنند.
چند رویداد کوتاه از جهان. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی این کشور اعلام کرده است که حمله جنگنده های اسرائیلی به اطراف دمشق یک کشته بر جا گذاشته است. بنابراین گزارش 3 نظامی نیز در حمله زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از این منبع نوشته است که اسرائیل در این حمله قصد داشت تا یک سیستم دفاعی هوایی سوریه را هدف قرار دهد. گزارش ها گفته است که این سیستم دفاعی توانسته برخی موشک های اسرائیل را خنثا کند. یک روز پس از مرگ 7 تن در نتیجه زلزله در مرکز کرویشیا، امروز باز هم تکانهای دیگر این کشور را لرزاند. اداره زمین شناسی کرویشیا می گوید 2 تکان به مقیاسهای 4.8 و 4.7 درجه ریشتر در جنوب پایتخت و مناطق آسیب دیده دیروز احساس شد. در زلزله روز گذشته که در منطقه پیترینا رخ داد، یک دختر جوان و 6 مرد جان باختند و حداقل 20 تن دیگر زخم برداشتند. بریتانیا برای استفاده از واکسن کرونا یا اکسفورد استرازینکا مجوز صادر کرد. وزیر صحت این کشور میگوید عرضه این واکسن از 4 جنوری سال 2021 میلادی آغاز می شود و پخش آن در چند هفته اول سال جدید میلادی سرعت بخشیده می شود. این موضوع می تواند به بازگشت مردم به زندگی عادی در بریتانیا سرعت بخشد. بریتانیا 100 میلیون دوز به شرکت استرازینکا سفارش داده است که برای واکسیناسیون 50 میلیون نفر کافی است. خوش آمدید. حکومت افغانستان خواستار تامین روابط با هند از طریق بندر گوادر شده است. وزیر صنعت و تجارت در جریان نشستی در اسلام آباد از پاکستان خواسته تا در این مورد سهولت هایی را ایجاد کند. رسانه‌های پاکستانی میگویند که حکومت پاکستان در مقابل این پیشنهاد حکومت افغانستان خواستار تامین روابط اقتصادی با آسیای میانه از طریق افغانستان شده. وزارت صنعت و تجارت میگوید که حکومت افغانستان در جریان نشست اپتیکا در اسلام آباد خواستار تعدیلات در قرارداد اپتا شده است. رسانه‌های پاکستانی گفتند که حکومت افغانستان میخواهد بر اساس این تعدیلات روابط خود را از طریق بندر گوادر با هند تامین کند، اما در مقابل حکومت پاکستان نیز خواستار باز شدن راه به کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان شده است. سرانجام دولت پاکستان پیشنهاد هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان را رسما قبول کرده است که تعدیل موافقت نامه ابتا در روشنی اصول بین المللی باید صورت گیرد. سکتور خصوصی میگوید که در این پیشنهادها باید منافع دو کشور در نظر گرفته شود. به باور بازرگانان عملی شدن این قرارداد می تواند سبب تقویت اقتصاد دو کشور شود. طور تنظیم شود قراردادهای فعلی که ما هم خواسته های خود بتانیم در این قرارداد بگنجانیم. در یه در پره بمشت یو زنگری پورت یا مثلا پدن قسم پورت که یو طرف بیارت در که زنگری که پدی خطر چه پرموش بانی دیمریج را نسی، پرموش بانی اگر در توقف دیری پیسی را نسی. آگاهان اقتصادی میگویند که وزارت صنعت و تجارت باید تلاش کند که از این فرصت به خوبی استفاده کند. باید از چنین شرایط وزارت تجارت و نهادهای زیرب استفاده عد اکثری را بکنن تا که اقتصاد ما رشد بکنه. وزارت صنعت و تجارت همچنان گفته است که به زودی یک تفاهم میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان امضا خواهد شد که بر اساس آن کشورها یا چرا می توانند از بانک جهانی قرضه به دست بیاورند و همچنان یک خط آهن نیز میان این دو کشور ساخته می شود. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 5 پول، 1 یورو 94 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 95 پول. هزار تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 کلدار پاکستانی 471 افغانی و 1000 کلدار هندی 1040 افغانی. عبیدالله انوری با جهان ورزش. اردوگاه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در امارات پایان یافت. ملی پوشان فوتبال کشور برای 5 روز تمرین هایشان را در 2 نوبت صبح و پس از چاش در شهر دبی برگزار کردند. شیران خراسان در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های آسیا 2023
پنجم حمل سال پیشرو مهمان بنگلادش و دهم امین ماه میزبان عمان خواهند بود. رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا با برگزاری 10 دیدار پیگیری شد. در مهمترین بازی، لاس آنجلس کلیپرز با نتیجه 124-101 میناسوتا را شکست داد و دومین پیروزی خود در این دوره از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا را تجربه کرد. میلواکی باکس نیز موفق شد با نتیجه 144-97 میامی هیت را شکست دهد. وضعیت هوای فردا. برای دیدن این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به وبسایت ما سر بزنید. ممنون از همراهیتان در آریانا.